درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز که همکنون به پای تلویزیون ها نشستید و بیننده برنامه صدای شهروند هستید. شب همگی شما خوش. چنانچه که در جریان هستید، یکی از دغدغه‌های امروزها در میان شهروندان هرات موضوع موترهای ویشی هست و ما هم در این برنامه این موضوع را گرفتیم و شما عزیزان می توانید در این برنامه تماس بگیرید و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید در مورد موضوع موترهای ویشی یا اشترینگ راسته. چنانچه که در جریان هستید، امروز تعدادی از مردم تظاهراتی را داشتند در مورد جمع‌آوری موترهای ویشی که امروزها یکی از دغدغه های مهم شهروندان هرات به شمار میره و مردم جمع شدن، شهروندان جمع شدن در مورد اینکه جمع آوری موترهای ویشی که مدت زمانی آزاد شده بود و تعداد زیادی از ارادجات اشترینگ راسته یا موترهای ویشی وارد شهر هرات شد و امروز هم مردم جمع شدن تا نگرانی خود را در مورد جمع آوری موترهای ویشی اظهار کنند. و اما حرف ها در این مورد بسیار زیاد هست و چه کسانی که موتر ویشی دارند بالاخره سرمایه های زیادی را تعدادی از مردم هرات و شهروندان هرات روی این موترها هزینه کردند و جمع آوری این موترها یکی از دغدغه های دارندگان این موترها به شمار میره و چنانچه که ما شنیدیم از موتردارها دغدغه های اینها عبارت از این بود که جمع‌آوری این موترها یک نوع تبعیض هست در مقابل مردم هرات، چنانچه که در دیگر ولایت های این موترها هست و وجود داره ولی عکس‌العملی که در مقابل مردم هرات نشان داده شده در مقابل اونها نشان داده نمی شود و همچنین تعدادی از شهروندان ابراز کردند که جمع‌آوری موترها باعث زمین سازی فساد میشه، چنانچه که شما هم در اخبار حتما شنیدید که هم شهروندان گفتن که با جمع‌آوری موترها و این طرز عملی که گذاشته شده بسیاری از شهروندان مجبور هستند از دارندگان این موترها برند و بالاخره با دادن مبلغ 200، 300 و 500 یا زیاد یا کمتر بنابر گفته ایشان بپردازند و دوباره موتر خود را از دست ترافیک رها کنند یا از ترافیک اونه بیرون بکشن. و اما دیدگاه شما در این مورد چی هست؟ این فرصتی است که برای شما عزیزان داده شده، میتونید از همین لحظه زنگ بزنید با شماره تماس 0792-523-523 و تحلیل خود را، دیدگاه خود را، ارزیابی خود را از موضوع موترهای ویشی و جمع‌آوری این موترها از سطح شهر با ما در میان بگذارید، صحبت‌های خود را، دیدگاه های خود را و ما حتماً دیدگاه های شما و اگر پرسشی هم دارید در این زمینه از مسئولین، ما در آخر برنامه با مهمان برنامه که تماس میگیریم با ایشان و صحبت ایشان را با خود خواهیم داشت، مطرح خواهیم کرد و به همین منظور در آخر برنامه جناب عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس فرماندهی هرات را با خود داریم و شما عزیزان میتونید از همین لحظه با شماره تماسی که زیرنویس برنامه هست تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید که نظر شما در مورد جمع‌آوری موترهای ویشی چی هست. و اما ریاست یا به اصطلاح بگیم که شورای ولایتی هرات هم دیدگاه خود را در این مورد بیان داشتند تا یک نشستی که داشتند، اینها هم نمایندگان مردم هرات هم نگرانی خود را اعلان کردند و گفتن که این طرز العملی که از مرکز داده شده عملی شدن از دشواری های زیادی داره و چالش های زیادی را میتونه به بار بیاره و همچنین اینکه موترهای که به ترافیک برده میشه در بدل پول خلاص میشه که این خودش زمین سازی فساد هست در شهری، در کشوری که فساد یکی از دغدغه های مهم این شهر و این کشور به حساب میایه. و چنانچه که ما تقاضای شورای ولایتی را هم دیدیم این بود که هرگاه دیگر ولایات در مقابل این قانون سر گذاشتن و این را قبول کردن و این قانون در دیگر ولایت ها هم تطبیق شد، در اون شکی نیست که ما هم و شهروندان هرات هم این قانون را تطبیق خواهیم کرد.
و اما دیدگاه شما چی هست؟ شمایی که معتبر دارید دست راسته، دیدگاه شما چی هست؟ تحلیل شما چی هست؟ خواسته شما چی هست و چه تقاضایی دارید؟ و کسانی هم که در این مورد متضرر شدن به یک نحوی، کسانی که به یک نحوی موترهایی دارن برای فروش، موتر فروشی، خصوصا اینکه موترهای زیادی برای فروش دارند و بالاخره با آمدن این موترهای ویشی گویا بازار اونها هم کساد شده، بالاخره زیاد به فروش نمیرسه. و همچنین یک موضوع دیگری هم که در مورد موضوع موترهای ویشی هست، ترافیک سنگین این روزها هست که با ورود این موترها که به یک نحوی واردات اونها هم جای سوال و جای بحث داره که از کجا اینها وارد میشوند و چرا اینها بر دولت و مسئولین بر بنادر اینها توجه ندارند، این هم جای بحث داره. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟ و ازدحام ترافیک یکی از مشکلاتی هست که این روزها شهروندان هرات همیشه از او گلایه دارند که یکی از این علتها بودن یا حضور موترهای زیاد ویشی هست که با قیمت بسیار کم در دسترس شهروندان قرار میگیره و اونها میخرند و این امر گویا باعث شده که ازدحام ترافیکی به وجود بیاید. و اما اینکه دیدگاه شما چی هست، فرصتی هست برای شما داده شده، ما این فرصت رو برای شما عزیزان میدهیم تا صدای شما رو ما بشنویم و این رو به مسئولین انتقال بدیم. حتما صدای شما شنیده میشه. میتونید با شماره تماس های 0792-523-523 تماس بگیرید و ما ببینیم که دیدگاه شما چی هست و اینها را یادداشت میگیریم و با مسئول سخنگوی پلیس فرماندهی هرات حتما در جریان خواهیم گذاشت و در آخر برنامه هم ما دیدگاه ایشان را خواهیم داشت با خود و همچنین سوال هایی که شما عزیزان دارید را به ایشان منتقل میکنیم تا ببینیم که بالاخره این مشکل چطور حل خواهد شد در هرات. و اما موضوع دیگری هم که خیلی مهم هست، از چند زاویه میتونیم به قضیه نگاه کنیم، زاویه کسانی که این موترها را دارند و کسانی که به یک به اصطلاح فروشندگان موترهای قانونی در هرات هستند، اونها هم دغدغه هایی دارند و همیشه به این موضوع اشاره کردند که ما بالاخره به یک نحو این موترها را داریم و به فروش گذاشتیم که متاسفانه با ورود موترهای ویشی ما بازار اونها هم به یک نحوی کساد شده و فروش اونها هم گویا این که به یک نحوی دیگه اون بازار قدیم را نداره. و از یک طرف نگاه میکنیم که کسانی که موترها را گرفتن و خریدند برای اونها زمینه بسیار خوب هست که بالاخره بتونن به مشکلات خود رسیدگی کنند با خرید ارزان، نسبتا ارزان این موترها. و اینها همه دست به دست یکدیگر داده تا یک نوع بیستر نوشتیره برای مسئولین به بار بیاره و هر از گاهی اقداماتی را انجام میدهند و میخواییم ببینیم که از نظر شما اقدام یا طرز العمل هایی که اینها برای نظم شهری به وجود میارن چقدر واقعا عملی میشه و با جمع آوری آیا مثلا امکان داره موترها جمع آوری بشه، چرا که یکی از گمان زنی ها وجود داره که همچنان چه که موضوع سچرخوا در هرات لاینحلبون این موضوع هم همچنان لاینحل بمانه. بله تماس اول داریم با دوست عزیزی که پشت خط هستن. سلام بر شما. بله سلام علیکم. سلام بر شما، تماس شما به صدای شهروند وصل است، میتونیم صحبت کنید، بفرمایید. ولایت هرات از بکرآباد به شما تماس گرفتم. جناب آقای جیلانی درست گفتم اسم شما رو؟ بله بله. موقعیت خود رو کمی تغییر بدین تا صدای شما بهتر بیایه و دیدگاه شما رو در مورد موترهای ویشی میخواییم بدانیم. آیا شما این موتر دارن یا اگر ندارن هم دیدگاه شما در این مورد چیه؟
نظر ما در موتورای ویشی همینه که این موتورای ویشی بی اصناس دیگر نظر ما دیگر شد ویشی بیتر ازدهان زیاد شده حدیثه ترافیکی زیاد وزی موتورای جزم دوزی زیاد میشه و نظر ما که جمع شد این موتورای بیتر سیه. و شما یعنی موافقیم به یک نحوه با این جمع‌آوری موتورها درسته؟ بله. و فکر میکنین بی‌نظمی‌های شهری هم میتونه ربط داشته باشه به ورود موتورهای ویشی؟ بله بیشتر زیاد خیلی زیاد همین موتورها ویشی هست که از یک مسیر به مسیر دیگه یک ساعت طول میکشه اول به در دیگه میرسی حالی یک ساعت نیم ساعت یک نیم ساعت همیتون طول میکشه تا از این مسیر به این مسیر دیگه میری موتورها زیاد شده هر کس اینجا از بر یک لگ داشته موتور ویشی خریده سواره نه لیسانس داره نه جوازه داره شهر رانندگی هم میکنه. صدای شما تلویزیون شما اگر کم پایین کنه خیلی ممنون میشین تا صدای شما انعکاس پیدا نکنه. و خواسته شما از پلیس فرمانده هرات چی هست برای بهبود نظم در شهر و همچنین در مورد خصوصا موتورهای ویشی؟ همین موتورهای ویشی نظر من اینه که یا جمع کنه اینا رو جواسیر کنه که کمی کم شه موتورها کمی جواسیر کنه که به نظر ما بهتره یا 5 ساله جواسیر کنه اینا رو جمع کنه همین نظر من شخصا همینه در مورد موتورهای ویشی. سپاس از شما، ممنون شما که تماس گرفتید و دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید. تشکر، خداحافظ. خواهش میکنم. خب دیدگاه بیننده عزیز را با هم دیدیم که ایشان موافق بودن که موتورهای ویشی جمع‌آوری بشه و بنابر گفته ایشان هم نظم شهری رعایت میشه و هم امنیت‌هایی که بی‌امنیتی‌هایی که ما روزانه می‌بینیم با او مواجه هستیم گویا میتونه ربطی داشته باشه با این موترها. و همچنین اگر ایشون پیشنهاد کردن که موترها جواسیر بشه تا کمک محدودیت های ایجاد بشه. قبلا هم عرض کردم در مورد موترهای ویشی صحبت میکنیم، تماس دارن دوست عزیز پشت خط هستن. درود بر شما. الو صدای شما به صدای شهروند وصله، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، دیدگاه شما در مورد موتورهای ویشی چی هست و اگر خود معرفی کنه ممنون میشه. دیدگاه ما در موتورهای ویشی اسم مبارک شما چی هست؟ اگر این ماسیلی این خانکون چرا گمرک میکنه این ماسیلی هم گمرک میشه از امی گمرک ایراد میره به فراغ کنتینر خلی میشه همون جی از امی گمرک ایراد میره بیلان گمرک میشه میره به فراغ کنتینر خلی میشه اگر بند میکنه چرا از این گمرک بند میکنه از این بالا جا بند میکنه. اسم مبارک شما چی بود؟ اسم ما داود. داود جان به نظر شما این امکان وجود داره که موتورها را از سطح شهر هرات جمع آوری کنند؟ نه اصلا امکان نداره فعلا به می هرات عمال اینجا هزار ویشی هست هرات. بله ولایت دیگه اصلا هم ویشی هست اینجا به سطح هرات اسنادار باشه دیگه اصلا به می بسته خیر از کابون هم اسنادار داره می سیودی ولایت دیگه اسنادار پیدا نمشه. و پیشنهاد شما چی هست؟ پیشنهاد شما چی هست برای مسئولین که بتونن یک تعامل منطقی تر داشته باشن؟ باید اجنا بسنج باید یک اصناد و اجنا باید یک ملوم کنه یک پانتا دگه وقت مده صفا بگه باید وقت بده و ازا خوربند کنه هم ازا خونه از غاره بیاید از گمرکان از غاره. فکر میکنین چرا این موتورها اصلا آمد به صورت ناگهانی؟ نظر شما در این مورد چیه؟ ناگهانه نی اصلا هم خبر هم رج گمرک خبر هم خبر از این گمرک میشه فیلن حال میده گمرک میشه به ایش پرزه میره به فراغ خلی میشه موتورها درست دید تا پرزه دید تا موتور چوک چوک نم کنیم داخلی هم موتورها سالی. بعضی از شهروندان گفتن که جمع‌آوری موتورهای ویشی زمین سازی فساد میشه، شما با این موافقین؟ نه اصلا با موتور ویشی تا حال شما بدیدین که یک جرم جنایی بکنه کس جرم بکنه با موتور ویشی نمکنه مگر منظور این است که چون میگن که اگر گرفتگیری ها بشه شاید یک تعداد افراد باشن که بالاخره باید پول بپردازن و خود خلاص کنن، یعنی چنین چیزی اتفاق میفته به نظر شما؟ بله بله امیر میگرفتم هره که 2000 میگرفت پس یه المدار. پس شما ایره تصدیق میکنن به یک نحوه؟ بله فساد خواهد و فساد از امالا شریه. ممنون شما و پیام آخر شما رو هم میشنویم. اگر سوال داشته باشید از سخنگوی پلیس فرماندهی هرات میتونیم ما او رو با ایشان در جریان در میان بگذاریم.
بله گویا تماس قطع شد. موضوع یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیز که اگر علاقمند باشن به این برنامه تماس بگیرن و در مورد موتورهای ویشی صحبت کنن، دیدگاه شما چی هست و آنچه شما در بازار میبینین و آنچه در شهر میبینین چی هست، بالاخره سرنوشت این موتورهای ویشی به نظر شما چه خواهد شد. تماسی داریم از عزیزی که پشت خط هستن. درود بر شما و شب شما خوش. سلام علیکم. سلام بر شما، اگر معرفی کنید ممنون میشیم و دیدگاه شما را در مورد موتورهای ویشی میخواییم. بسیار تشکر از شما و از برنامه شما. نام ما فضل احمد، یکی از شهروندان هرات. بله بفرمایید. در مورد موتورهای ویشی میخواستم یک معلومات بودم که بیشتر دوستایی که تماس میگرفتن شاید معلومات نداشته باشن. بله. این موتورهایی بوده که بر اساس حکم رئیس جمهور و تا 5 سال اینا جوازه داده شدن، بعد از 5 سال باید اینا به شکل پرزه قچی بشه و به شکل پرزه و بازار عرضه بشه. بله. متاسفانه اینا نه با قانون وجود داره که تردد داشته باشن در داخل شهر و نه مطابق قانون ترافیک جاده و شلوغی شهر و ازدحام شهر و ترافیک شهر هم فعلا به خاطر این وجوده موتورهای ویشی هست و بیشتر حادثات و همچنان بیشتر رویدادهای جنایی که صورت میگیره با توسط این موتورها صورت میگیره. و به نظر شما کسانی که موتورها را خریدن به یک نحوه هزینه پرداختن، بسیاری از شهروندان این مبالغ را حالا یا ارزانتر نسبت به دیگه موتورها پرداختن، فکر نمیکنن از این ناحیه اونها متضرر بشن؟ خب یک موضوعی هست که نباید اینا پول خود بالای از این موتورها بند میکنن. بله. خاطر از اینکه این موتورها مشخص بود که اینا جمع‌آوری میشه، یعنی حکم رئیس جمهور بعد از 5 سال باید تطبیق میشد، حالا یک سال هم از حکم رئیس جمهور گذشته باید تطبیق میشد، خود مردم باید نباید پول با بالای از این. بله. حتی تقاضا باشه ارزان در بازار وجود داره. بله بله. یعنی تاجر دنبال منفعت خود خود میره و مجبور است که با بازار یک چیز عرضه کنه و خیلی افراد از این سود بردن. بله. وقتی که جمع‌آوری موتورها صورت میگیره، موتورها را ارزان از مردم میخریدن خیلی از افراد. بله. و بعد از اینکه هر پای به خاطر جمع‌آوری از اینا میخوابید، پس اینا را به شکل گرانتر به مردم و فروش میرساندن. یعنی مردم نباید با بالای همچین مواردی و وسایلی که قابل چلن نیه در بازار و مطابق قانون نیه پول به بالای از بند نکنن. سپاس از شما. یکی از دغدغه‌های دیگری که شهروندان مطرح میکنن موضوع جمع‌آوری این موتورها هست که بعضی از شهروندان عنوان کردن که جمع‌آوری این چنینی باعث بروز فساد میشه. شما با این حرف موافقین؟ دقیقا اگر چنین موردی وجود داشته باشه و جمع‌آوری از او روزهای گذشته و به شکل دفعات گذشته باشه، دقیقا موضوع فساد وجود داره و خیلی از افراد کوشش میکنن با دادن پول موتور خود پس بکشن و تردد کنن داخل بازار. بله پس شما این حرف تصدیق میکنم یک نفر؟ دقیقا. بله. ها. و موضوع تبعیض هست که میگوین چرا این قانون فقط در هرات در جای دیگر نیست؟ مشکل اساسی که وجود داره ای است که بیشتر قوانینی که صورت میگیره، چون مردم هرات مردم انعطاف پذیری هستن و مردم قانون پذیری هستن، کوشش میکنن که همیشه قانون رو به طرف خود تطبیق بکنن و از قانون گریز نداشته باشن. بله. متاسفانه تمام قوانینی که همیشه در کل افغانستان او مکتوب شمول هست، یعنی مکتوب در کل ولایت افغانستان میره، اما چون در هرات مردم بازم تکرار میکنن که قانون پذیرترن، کوشش میکنن قانون زودتر بپذیرن و این موضوعی است که بیشتر در شبای گذشته از طریق رسانه شما و از طریق سنی رسانه ما شنیدم که مدیریت ترافیک اعلان کرد که این مکتوب به تمام ولایت ها. بله، بله. تمام ولایت ها مکلف جمع‌آوری موتورها است و این زمانی که این موتورها جمع‌آوری باشه، ما در قسمت جرایم جنایی و مشکلات امنیتی و همچنان مشکلات ترافیکی ما شاهد کاهش از اونا خواهیم. سپاس از شما و ممنون که تماس گرفتید با برنامه صدای شهروند. تشکر از شما و از بینید. شب شما خوش. و موضوع امشب صدای شهروند در مورد جمع‌آوری موتورهای
ویشی هست، چنانچه که در جیجانید امروز تعداد زیادی از مردم تظاهراتی داشتن و نگرانی خود را ابراز کردن به خاطر جمع‌آوری موترهای ویشی یا همون اشتراک راسته که میگیم، و نگرانی اینها این بود که به یک نحوه این قانون چرا تنها در هرات تطبیق میشه و در دیگر ولایت‌ها تطبیق نمیشه، و همچنین اینکه این چنین جمع‌آوری موترها به یک نحوی باعث ایجاد زمینه‌سازی برای فساد میشه، و هم اینکه تعداد زیادی از مردم هزینه کردن برای این موترها. تماس داریم از دوست عزیزی که پشت خط هستین. سلام بر شما و شب شما بخیر. بله سلام علیکم، خوبم، خیریت؟ سلام بر شما، اگر معرفی کنید ممنون میشه. نورامد هستم، اگر اجازه بدین. نورامد جان اگر لطف کنین فقط صدای تلویزیون خود رو کم کنین، میشنویم شما. بله میشنوی؟ بله میفهمم، بفرمایید نورامد جان. یک لاکو بیس از آمد تا چرخی خری نمره چرک و شهر نو وزی جاده شمالی اینا نمیخذارم. و موضوع برنامه ما نورامد جان در مورد موترهای ویشیه، در این مورد چی نظر دارن؟ ویشی خواهد خلوزون مانول سچان دارن رو چون من کار میکنم آنو رو سمجی بکار کدن نمیتونم بله سپاس هستم، مشکل موازینه. ممنون شما، شب شما خوش، امیدوارم که یک برنامه در این زمینه حتما داشته باشیم و صدای شما رو به خود داشته باشیم. ممنون شما، باز هم مجددا تکرار میکنم دوستان عزیز و بینندگان نهایت گرامی، برنامه امشب در مورد جمع‌آوری موترهای ویشی هست که یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای ما شده. تماس داریم دوست عزیز، تماس شما به صدای شبان وصل است. سلام بر شما. بله سلام علیکم، خوب ممنون شما، معرفی کنید و در مورد موترهای ویشی دیدگاه شما را میشنوید. عارف محمدی من صدا شما درست شنیده نشد، اگر دوباره معرفی کنین. بفرمایید. دوست عزیز ما صدای شما را خیلی ضعیف داریم، اگر لطف کنیم موقعیت خود را تغییر بدین تا صدای شما را ما بهتر بشنویم ممنون میشم. فقط زمیرات کنید چون هر قانونی که دارم هم سر خود تطبیق میکنم خوب به تگه ولایات غندلان علمان کنان نوروز هر تو فرستنه نشناسیم. بله سپاس. بله تماس بیننده ما گویا اینکه قطع شد، مشکل جا داشتن. لطف کسانی که تماس میگیرن به برنامه اگر لطف کنند یک موقعیت خوب انتخاب کنند و صدای تلویزیون خود را هم پایین کنند. بله تماس داریم، دوست عزیزی که پشت خط هستی سلام بر شما و شب شما بخیر. بله سلام علیکم. سلام بر شما و اگر لطف کنید معرفی کنید ممنون میشه. بله نصیر احمد هستم. آقای نصیر احمد جان بفرمایید در مورد موترهای ویشی. این موترهای ویشی دیرم بخونه مشکل اون بوده که خود همین تبلیغ خلق کرده برای این مردم. اگر از اول مثلا همین مردم دوباره چه از بخش بیروز یا مثلا از این خود بروزگان تهرات یا از هر دو این صغیر مصومت کجا آوردن که این رو صغیر شده؟ اگر از به تکسی و خود دیلاد این رو منصول گرفته وارد کرده بیان مالی بست مردم شده خود مردم چی کار کنن؟ هم کنم یاد نیستی که برای خود بیاری نکنن این چی کار کنن جناب جان؟ باز میگه مطرح یوشی اون خود شما بگن که بنای شهر از هر چی که پلانکو چه سویدی هست دست پاکستانه بلند دست از منصول کرده اگر مطرح که خود دولت اینا پنیت اطلاعی کرده دست راست دارید. بله دیدم فقط یک مشکل برای زمین سازی ترخودی و برای دیگه به دولت خودی پیدا کنه این مشکل رو بالا برده. جان نسیر احمد جان میگن که مشکل دولت به وجود آوردن، همشمری قبلی ما و شما زنگ زدن گفتن که بالاخره مردم هم مقصر هستن که چرا موتر غیر قانونی رو خریدن، فکر میکنن دولت در این جیب چی مشکل داره دقیقا؟ قصدن این کارا میشه یا نه از روی قفلت چنین کارا میکنن؟ خب شما ببینید برادر جان همه میگن که مقصر مردم که چرا موتر غیر قانونی خریدن، هم وقتی که دولت خود اصلی وارد کنه بیاد افغانستان
مثلا درست که افغان دولت نکرده، مثلا منجلی تا جوان نگرشته، یا مثلا دارید بله. جواب داخل افغانستان باز از داخل مثلا نیمیزی اینا دیمون داخل اگراد. خب هر کس مثلا تمامی بشه که متعارب بکنه، مثلا به ده هزار دانه یا 15 هزار دانه برای که متعارب بشه از این بریخو بکرید یا بکرید از دولار یا بزیاد دانه برای گفت همین مشکلات من رفع شد، همین سیاری من رفع شد. میگه این مردم چی مقصر؟ باید حدیث دانه تا پانی ساله برای از این داد بود بسید دوار بند کرد یا دنگوها کرد یا کرد. اگر جمع واقعی میگه نامری نکنه ایتا بیسا میکنه همین کنیم باید تمام اولایت از خانستان تبدیل بکنه. شما اولو بریم به قندقان از 100-80% این موتور اشتنگ هسته، فرا بریم موتور اشتنگ هسته، نگیز بریم موتور اشتنگ هسته، مدمار بریم موتور اشتنگ هسته. خب این فقط زمین کاری میکنن که همسان را حیرم بگن این کنیم این موتور اشتنگ هسته. بله سپاس از شما و ممنون که تماس گرفتید و دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید. شب شما خوش. ممنون شما. سپاسگزاری دارم از همه عزیزانی که تماس میگیرن و ما را با برنامه همراهی میکنن. ما هم دیدگاه شما را حتما به مسئولین خواهیم رساند. امیدواریم که بتوانیم این امانت را به طور صحیح و این وظیفه خود را در قبال شما شهروندان و شما عزیزان ادا کنیم. و باز هم یادآوری میکنم موضوع برنامه امشب ما در مورد جمع‌آوری موتورهای ویشی هست. دیدگاه شما چیست در این مورد و آیا این جمع‌آوری با از سطح شهر موتورها موافق هستید یا مخالف؟ اگر موافق هستید دیدگاه شما چیست و دلیل شما چیست و چرا باید جمع بشه؟ و اگر مخالفید چرا نباید این موتورها از سطح شهر جمع بشه؟ بله تماس داریم و دیدگاه بیننده عزیز را میشنویم. سلام بر شما. بله سلام علیکم و سلام باشید. معرفی کنید و دیدگاه شما در مورد جمع‌آوری موتورهای ویشی. سروری هستم عبوسینم برای بله؟ هستم عبوسینم برای اسم شما کم صدا قطع شد، اگر لطف کنید دوباره واسه این موتور بفرمایید. بفرمایید. بندم که ما هم به خدا برا در همین مشکل علمینه یک خریدیم غریب کار مردمی ای هم به سر هر چک مار ترافیک استادکو دیگه یک رویال لبیزی موتور بسنجی مکلیه که اگه اینا رو پلت میده خو انه امی پیشتر که 5 سال قانونی اینا رو داده بود 5 سال 50 از دارن خود ما آدم تحویل کردم گفته 5 سال حالا هم بعد 5 سال حالا خود ایکی یک از دار موتور وارد از شده حالا این هم یعنی بلد. چی میشه ما هم که خوش داریم که ببینیم یک رقمی رو سنجیده شه همین موتور رو موقت یا پلت میکنه هر کار میکنه بالاخره تکلیف از سر رو موار داره به خدا ما خون بیره شده نمیتون غریب کار مردم هم هستیم یعنی یک موتور داریم به خدا شما بله این کار سن هر چه کم نمیتونیم که ما رساد کنه ما 500 بدیم 1000 بدیم نایت کنیم. حکم نهایی بر این است که بعد از 5 سال موتورها جمع بشه و این مکتوب به تمام ولایت ها داده شده. تعدادی از بینندگان گفتن که چرا این قانون بر دیگر ولایت تطبیق نمیشه و تنها در هرات تطبیق میشه و چیزی که شما عنوان کردن جمع کردن پول، آیا این واقعیت داره که ترافیک در سطح شهر از موتورها اخاذی میکنه؟ ایتر گپیه پولیس خالی هست درست شهر رو بیم زورات گفتم بوده ولی این پولیس به سر کلگی تطبیق نمیشه بله. نمیشه فقط از به سر یک کسان مردمان غریب کار خدا بله. شما ما خب میبینین که مسلمان ها بیره شده میتونم مسلمان ها غریب کار او کسایی هم که وظیفه نظامی دارن خب بیسی هم که دیشته مخابری هم که دیشته استاد نمیکنه شش های هم دیدی بله. دیگه حالا خوب که به سر اولاد غریبی کار ما میگیم رایل امو حالا دیگه ولایت‌ها رو میرسه میکنی هیچ عنوان پلیت نداره به هیچ حالا نیمروز هم تغندار میته دیگه ما انمی طبقه رو از اکلونا داریم که ولیاز خدا برد ترا خود خیمی گمرکا ها بوده نبوده از کجا آماده به تیاره خود نما جا بشینه به ارادی متر از این شهر آماده دیگه بند میکردی از اینجا از این وقت بند میکردی موتورها رو حالا هم این اوز از سرمایه مردم آدم مسلمان ها چی کنم به خدای شما یک نفر آدم اون بره در موتر دارم 10 نفر نخور کراس ها رو هم میدم کراس چی هم میدم از روی ما آیداد میکنم بله و به نظر شما چه کار باید روی دست داشته باشن و این جمع‌آوری اصلا نتیجه میده به نظر شما؟ این جمع‌آوری این تشهر از این مسلمان ها رازار میدم موترم این مسلمان که خیلی خورداده غصب کرده فرض کرده کار میکنه غریب کار آدمه بله. از زیر میگیره میبره و گمرک باشه کی به خوبه ناله از این کسانی که گیرم خوبه خدا نمیگیرم دیگه ما خوب میبینیم بله بله
سپاس از شما و ممنون که تماس گرفتید و دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید. بله شما جان تشکر، خیر ببینیم. خبر شما پشت رایحل ما به خدا میگیم که چه کار بشه. بله رایحل حتما باز از مهمان برنامه خواهیم گرفت. تشکر. شب شما خوش. شما خوش. مجددا سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزانی که تماس میگیرید به برنامه خودتان و تحلیل‌های خود، برداشت‌های خود با ما شریک میسازید و اگر پیشنهادی هم دارید راه حل میتونید جایگزین مناسبی باشه برای جمع‌آوری در عوض جمع‌آوری موتورها، میتونید به شما تماس 0792-523-523 در تماس بشید و با ما در میان بگذارید و در اواخر برنامه ما سخنگوی پلیس هرات را با خود خواهیم داشت و پرسش های شما را، دیدگاه های شما و همچنین اگر راه حل یا پیشنهادی هم دارید ما حتما به ایشان خواهیم رسان. موضوع امشب صدای شهروند در مورد جمع‌آوری موترهای ویشی هست. مجددا یادآوری میکنم که امروز تعدادی از مردم نگرانی های خود را از جمع‌آوری موترهای ویشی اعلان کردند و گفتند که این قانون برای تمام ولایات صادر شده ولی چرا در هرات اینقدر جدی گرفته میشه و هر وقت که در دیگر ولایت ها هم جدی گرفته شد و موترها جمع‌آوری شد آن وقت ما هم حتما این قانون را خواهیم پذیرفت و این را یک نوع تبعیض میدانند و خواهان قانونی شدن در تمام ولایات بدون تبعیض هستند و همچنین جمع‌آوری موترها را به یک نحوی بسیاری از شهروندان زمین سازی فساد میدانند و میگویند که با این قانون میتونه زمین سازی فساد بیشتر باشه. بله تماس داریم از دوست عزیزی که پشت خط هستن. سلام بر شما. بله تماس ما قطع شد. عزیزان میتونن تماس بگیرین، برنامه بسیار زنده و مستقیم پخش میشه و دیدگاه های شما در مورد جمع‌آوری موترهای ویشی چی هست؟ آیا مخالف هستید یا موافق و اگر موافقید دلیل شما چیست؟ بله تماس داریم از عزیزی که پشت خط هستن. سلام بر شما. الو. بله بفرمایید، شب شما بخیر و معرفی کنید. سلام، شب شما بخیر. خوب هستیم برادر؟ الحمدلله. معرفی کنید و دیدگاه شما در مورد موترهای ویشی چی است؟ جلدم از سرداری و مزنهی پنجم شما زمد دارم. جلیل احمد جان، امروز تظاهراتی بود برای جمع‌آوری موترهای ویشی. به نظر شما این جمع‌آوری موترهای ویشی طرز عمل خوبی هست و جواب میده به نظر شما؟ همین موترها که وقتی که اینا بیاوردن با فراب به نیمروز همینا از امیر دروازی میردهود داخل همین شهر را شده. بله. اینا با متفروشی ها آورده شده، اینا با متفروشی ها فراخته شده. همین دولت نمیتونست همین تصمیم بگیره که همین موتر اول که به شهر داخل شده بود و همین پستی میبود بود با در مستقیم میبود با گمرک به تلویزیون هم نشون میداد که همین موتر قید قانونی بود، ماهی زب کردیم. بله. که مردم پاکر جمع میکرد، مردم موتر موتراش نمیاردن. وقتی که موتر به بانگاه استاده به بانگاه او رو میفروشن هزاران موتره، دولت هر وقت همین کار میکنه که چهار تا قریب و چهاره سمکنده بزمد باز در رو بدر کنه توا کنه و مجبور بسازه که باز برای بچی مردم را اختطاف کنه، باز مردم را آزار اذیت کنه. به نظر شما چرا در اوائل انعطاف پذیری زیادی بود که گذاشتن این موترها وارد بشه و بعد از اون این چنین قاطع در مقابل از اون واکنش نشان دادن؟ چرا دولت چنین کرده به نظر شما؟ اینگاه ما خانونه که همین دولت همین تصمیم داره که اقتصاد همین مردم ضعیف کنه، مردم را اقتصاد ضعیف کنه، مردم را بیکار کنه. یک طفلی میاد یک شرخ کچلوی داره، اون کچلو را میکوشه از امون نفقی اولاد خور پیدا میکنم، اون میزنم چپا میکنم ترخونی را میدونم به تمون تر میبوره. این چی معنا میده؟ ممنون شما. ممنون شما و صدای شما را حتما به مسئولین خواهیم رسوند. موترها حالی از ایار موتر میبود تا میبود باز خود همی بزرگا سوارم. شما به همی پارکین دن ولایت پارکین همی سوارم باز میرون که قانون موجه قانون هم هستم. شما بریم سعی کنیم که چند تا استادیه. ممنون شما. دو دیزه دست هیچ کس بزنه قرض نداره. سپاس شما. همی چهار تا غریب و بیچاره است. ممنون شما. سپاس از همه عزیزانی که تا این لحظه. بله ممنون شما، صدای شما رو گرفتیم دوست عزیز و حتما این موضوعاتی که مطرح کردین رو با سخنگوی پلیس هرات حتما در جریان خواهیم گذاشت.
دیدگاه های گرفتیم از دوستان عزیز در مورد جمع‌آوری موتورهای ویشی. تعدادی از دوستان موافق بودند که برای نظم بهتر و امنیت بهتر شهر موتورها جمع‌آوری بشه و تعدادی هم مخالف بودند و دلایل اینها این بود که این موتورها هزینه های زیاد شده و بیشتر مردم غریب به خاطر ارزان بودن این متقبل شدن و دیدگاه های همشهریان را شنیدیم. بعد از یک وقفه کوتاه ما سخنگوی پلیس هرات را با خود خواهیم داشت. بعد تا بعد از وقفه فعلا بدرود. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه صدای شهروند، شما دیدگاه بینندگان عزیز را دیدین و ما اونا را جمع‌آوری میکنیم و همکنون جناب عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات با ما هستند. جناب آقای ولیزاده سلام بر شما. سلام بر شما و تمام کارمندان شما، پرسنل تلویزیون هدفمند، سلام خدمت شما و همچنان خوب شما تقدیم میکنم. شب شما خوش. ممنون شما. چون وقت ما کم هست جناب آقای ولیزاده، در مورد موتورهای ویشی دیدگاه های زیادی مطرح کردن، من به صورت خلاصه اونها را عرض میکنم و صحبت شما را حتما میگیریم. بسیاری از شهروندان موافق جمع‌آوری بودن چون باعث بیامنیتی میشده و باعث نظم ترافیکی را از بین میبرد و همچنین بسیاری هم مخالف بودن چون این قانون تبعیض‌آمیز هست و در هرات تنها هست و در دیگر ولایت ها اجرا نمیشه و همچنین این موضوع زمینه سازی فساد میشه برای کسانی که بخواهن اخاذی کنن از موتوردارها و همچنین تعداد زیادی از شهروندان گفتن که چرا در اوائل جدی گرفته نشد و موتورها از پسته میرداوود وارد شهر میشه و در موتور فروشی ها به فروش رسانده میشد و کسی این موضوع رو جدی نگرفت، ولی حالا اینقدر جدی گرفته میشه. نظر شما رو در این مورد میخواییم. اولا با کمال احترام با تمام شهروندهای عزیز و کسانی که هم گرفتن و برنامه شما شرکت کردن، انتخابات پیشنهاد صحبت های داشتن، من میخواییم به اینا بگم که شهر هرات متفاوت از بسیاری ولایت های دیگر هست. بله. و شما میفهمید که عنوان یک گلگو یک نمونه دایق درخشیده و تمام دستاوردهای هرات و بخصوص مردم هرات در سطح افغانستان نمونه هست. این یک. بعد مسئله موتورهای ویشی، خود شما میفهمید که از چند سال به این طرف بالاخره به خود قومندانی امنی ولایت هرات به شورای نظامی ارگانهای مربوطه مکاتب عام با هدایتهای داده شد تا این موتورها بالاخره جمع‌آوری بشه. اما زمانی که پلیس اقدام کرد این موتورها رو جمع‌آوری بکنه، به نحو بالاخره شهروندای عزیز ما مخالفت کردن، سر و صداهای بلند کردن. بله. بالاخره به شکل بلا تکلیف مونده این موضوع. باز ما خواهان عزیز شدیم تا اینکه هدایت بعدی تا ببینیم که مرکز چه هدایت میدن و یا چه تصمیمی گرفته میشه. بالاخره همین فاصله زمانی یا بالاخره از همین بلا تکلیفی به نحو دیدیم که موتورها افزایش پیدا کرد و همین شکل بود. وقت دیگه هست که میگن چرا از هرات تنها جمع میشه. شما میفهمید که هرات بعض از شهرهای دیگه هست، یعنی بسیار مناسبه برای اینکه دولت بتونه بهتر
همون قانون را به شکل تطبیق بکنه و آیسته آیسته از حیرات مزار و شهرهای کلیدی که اونا خود مردم از او خانه هستن که بالاخره برمان قانون تطبیق بشه و دیگه برای ما دیگه هم از این ولایت بالاخره ورگو بگیرن و نحوه اونا هم آماده بشه برای قانون تجیری یا برای دیگه قانون در ولایت هم تطبیق بشه. بخاطر که ما دائم میگیم مردم حیرات میگن قانون تجیر هستیم، خواهان صلح و آرامش و آسایش هستین، حتی نمیخواییم در شهر ما کدام جرم جنایتی بالاخره رخ بده. به هر حال ما میخواییم بگم که جمعیت هرات به همین افراد و اشخاص و شهروندهای ما که موترهای ویشی دارن خلاصه نخواهد شد. شما اگر ببینیم بسیاری از مردم بالاخره آماده ازی هستن و اونا میخواییم تا اینکه موترها جمعوری بشه. ما جمعیت موترهای ویشی در داخل هرات خود شما میفهمید که بسیار مشکلات و معضلات خاص خود در وجود آورده. بله. از اون جمله ما اگر بحث مسئله عدم پرداخت مسئول گمرکی و خصوص مسئول گشت و گذار که اینا میکنن خط و سیر مد نظر بگیرین، بروز بسیاری از حوادث ترافیکی و جرایم جنایی و ارتکاب جرایم جنایی میتونه که از این باشه به خاطر اینکه این موتورها جواز سیر نداشته. در بسیاری از شهرها اینا یک حادثه اتفاق افتاده، حادثه کرده موتور نفق رزق راهو گرفته، دست خود شما میفهمین همون فردی که فوت شده یا کشته شده وابسته به کیست؟ وابسته به ما و شما. بله. کل همین مردم هست. بعد مسئله دیگه ایجاد ازدحام شهری و همچنان بی‌نظمی در داخل شهر هست. جدا از اون موضوع دیگه هست که خود وارد کننده خود وارد کردن خسارات برای موترفروشان، برای وارد کنندگان موترهای که از به اون مالکین از اونا شرط قانونی بالاخره موترها داخل هرات ساختن و روزانه شما میتونید که اونا هم سرسطوه های بلند کردن که روزانه در میلیون ها افغانی خسارات در از اونا وارد شده. بله. به هر حال هدایتی که برای قومندانی اندی هرات رسید، نه تنها به قومندانی اندی هرات بلکه گفته شده در این مکتوب که باید یک کمیسیون تعیین بشه و این کمیسیون مشتکن برای جمع‌آوری این موترها اقدام بکنه و اطمینان بده. جناب آقای ولی‌زاده، یک دغدغه دیگری هم که مطرح بود از طرف شهروندان این بود که این مردمی که موتورها را خریدن اکثرا بی بضاعت هستند و این مشکل تاوان بسیار دشواری است بر دوش اینها و اینکه یک سری اخاذی هایی هم ممکن است در این مورد صورت بگیره، بالاخره جمع‌آوری اونها این زمین سازی فساد هم بشه. دیدگاه شما را در این مورد می‌خواستیم. ببینید شما وقتی میرین چیزی می‌خرین، اولین چیزی که از طرف از دکاندار پرسون می‌کنین میگه مختصات داره، گارانتی داره، بله. یا کی کارنده رو قسم میارم برای تو تسلیم میکنم. بله. بعد در زمانی که خریدن چی نوع گارانتی و تضمین وجود داشته؟ آیا وقتی خریدن رزنا گفته که بله ما برای شما گارانتی میکنم که 2 سال 5 سال تمام دولت باشه برای زنا خط داده؟ خود شهروندا اینا خود اینا میفهمن، نیاز نیست که ما بگم. اگر واسطانا خود ما قضاوت بکنید میفهمین شما خلاص قانون عمل میکنید، خلاص قانون عمل کردید. این یک بحث مسئله میگن که موجودیت فساد شما یاد آوری کرده. بله. ما بارها و بارها گفتم از طریق رسانه شما و از طریق تمام رسانه ها که مصاحبه داشتون پیرامون مسائل فساد یاد آوری کردن. ای کاش یک شهروند ما پیدا شه با ما همکاری کنه، اگر کدام ترافیک کدام منصوب پلیس او واقعا پول طلب کرده که با ما بالاخره که یک بار مراجعه کنه بگه که همین فرد ما پول خواسته، همون پول رو میدین او نده. سپاس. یک نفر یک شهروند بیه پول رو میدین بعد از با همون پول رو بده برای ما ببینین که برخورد ما با هم که افراد اشخاص چه دستون خواهد بود. ممنون شما. ما از خود میخواییم که پلیس خود رو بدنام نکنن. حالا من نگم که 100%. بله. 100% بلاخره برحقن. شاید بعض جاها بلاخره افراد اشخاصی هم هستن در داخل پلیس قانون شکنی میکنه به نحو شاید بلاخره از خود پرسنل ترافیک نمیگم کاملا میگی افرادی باشه وجود داشته باشه که سپاس داشته باشه چی خوبه که اونا همو افراد رو برای ما معرفی کنن. ممنون شما جناب آقای عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پلیس فرماندهی هرات. سلامت باشیم. خواهش میکنم و پیام آخر شما به صورت چند ثانیه میشنویم. ما فقط از کل شهروندان عزیز خود میخواییم چه خوبه که ما همونطور که قبلا یادآور شدم که هرات در همه اصلاح ارگو بود، خیر بیاییم به همین هم تحت به قانون خود احترام بگذاریم و هرات به عنوان یک شهر نمونه
این ما پیشگام بشین. ممنون شما. دیگه هم بالاخره حق مقیاد بگیرن. ممنون شما و سپاس. اگر این موضوع چی در ازا باشه، چی باید بالاخره به ناراحتی باشه، من بسیم زمانی که دولت ممنون شما گریف میتونه وقت کاره بکنه. سپاس از شما و شب شما خوش. سلامت باشین، وقت شما خوش. سپاس از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما بودن، تماس گرفتن و دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتن. به پایان برنامه این هفته، این روز، این شب صدای شهروند میرسیم. تا برنامه دیگر و صدای شهروند دیگر، شب شما خوش و بدرود.